دوم در سمت راست تصویر میبینید و در سمت چپ تصویر زردپوشان فولاد مبارکه سپاهان رو خواهیم دید، در حالی که بازی در نیمه اول با تساوی 0-0 به پایان رسید. یه موقعیت برای الهلال داخل محوطه جریمه، یه موقعیت عالی و گل، گل برای الهلال توسط عبدالله الزوری. خیلی سریع تیم الهلال در نیمه دوم رقم میخوره. عبدالله الزوری صاحب توپ شد و اونجا به راحتی دروازه رحمتی رو این بازیکن باز کرد. بازیکن ملی پوش الهلال گل اول تیمش رو به ثمر میرسونه. در دقیقه 46 نتیجه 1-0 میشه. ببینید چقدر راحت جامون حسینی و رحمتی هم دیگه نتونست کاری رو انجام بده تا عبدالله الزوری دروازه رحمتی رو بدین شکل باز بکنه. با یک ضربه پای چپ دروازه باز شد. چه بازیکنی خواهد بود؟ یه توپ بلنده دیگه، توره، نویدکیا اونی جلو میاد، گل، گل برای سپاهان، محرم نویدکیا. فضای ورزشگاه فولادشهر بی نظیره به نوعی. محرم نویدکیا خوشحالی رو به یک بار تزریق میکنه به ورزشگاه فولادشهر. کارلوس کرش بعید این بازی های نویدکیا رو ببینه و بی تفاوت باشه نسبت دعوت او به اردوی تیم ملی. واقعا بدون هیچ به هر حال جانبداری بایستی بگیم که نویدکیا خوب بازی میکنه، این رو همه دارن میبینن. خیلی قشنگ جلو اومد، این کار از یه بازیکن بزرگ فرق ساخته است مثل محرم نویدکیا. خیلی از کارشناسان معتقدن که اگر او این قدم